روشی که امروز ما میخوایم باهاش برنامه ریزی کنیم، برنامه ریزی به روش بولت جورناله که الان بهتون میگم چیه و چه باید و نباید و داره. اما برای وسایلی که نیاز دارین، شما با خودکار مشکی هم میتونین کار بکنید، خیلی مینیمال و کاربردی درستش کنید و حتی یه دفتر خیلی خفن هم نمیخواین، میتونید با یه دفتر باطله یا یه دفتری که نمیدونم سررسیدای باطله یا سررسیدای امسال هر چیزی که توی خونتون هست این کارو بکنید، چون اولی زیاد خوب در نمیاد. اول بهتون میگم که اولش اصلا به فکر یه بولت جورنال عالی و خوب نباشید، اولش امکان داره که خیلی بد بشه، ولی اوکیه به خودتون فرصت بدید. هر چی دفترتون بره جلوتر دفترتون خوشگل‌تر میشه. حالا من اگر بتونم آخر ویدیو از دفتر قبلی خودم هم براتون ویدیو میذارم که ببینید، چون باید پیداشون کنم. ولی با یه خودکار مشکی، یه خطکش و یه دفتر باطلی که همتون دارید میتونید این سبک برنامه‌ریزی رو انجام بدید. حالا چرا اپلنرهای آماده‌ای که این همه هست استفاده نمی‌کنید؟ من خودم تابستون‌ها این کار رو می‌کنم و خیلی هم میشه که اپلنر رو استفاده می‌کنم، اما وقتی که مثلا درس و اینا داریم یه سری از واقعا دفتره برنامه‌ریزی که من دیدم اونقدر خوب نیست، اونقدر چیزی نیستش که تو میخوای، یا زیادیه و خب تو بیشتر توی فصل پاییز و زمستون و اینا باید درس بخونی، ولی چیزای زیادی و اینا داره. ولی بولت جورنال دفتر برنامه‌ریزیه که چجوری درست میشه؟ اینجوری که شخصی سازی میشه، یعنی تو شما با توجه به نیازاتون یه سری صفحه توش درست میکنید. الان من این سری صفحاتو بهتون میگم با هم درست میکنید. اینا نیازاییه که ویانا داره و کلن چیزای مجموعشه که همه میخوانش، امکان داره یه سریش هم مثلا شما نخواید، ولی شما میتونید هر چند تا برگه یا کاغذی که میخواین بهش اضافه کنید، لیست درست کنید، نمیدونم هر چیزی که بهش نیاز دارید، مثلا برای زبانتون برنامه‌ریزی کنید، یه ورزشی دارید برنامه‌ریزی کنید. این چیزایی که من میگم فقط یه چیزای کلیه که حالا اون چیزایی هم که خودم اضافه میکنم من بهتون نشون میدم. این روش برنامه‌ریزی بولت جورنال. و بعد بهتون میگم که اون چیزایی که شما بیرون میخرید آماده به هیچ عنوان بولت جورنال نیستن. بولت جورنال ساختنیه، نه اینکه برید بخرید، خریدنی نیست. شما یه دفتر رو تبدیل به بولت جورنال میکنید و یه جورایی یه پلنریه که شخصی سازی شده، یعنی شما با توجه به نیازهاتون و اون چیزایی که نیاز دارید این بولت جورنالتون رو درست میکنید. حالا از اینجا به بعد من میرم روی میزم، شماره برم روی میزم و از اونجا میتونید ببینید که چی کار میکنیم دیگه، چون اینطوری اوکی نیست بهتون نشون بدم. قشنگ میذارم بهتون اینجا که شما راحت بتونید ببینید. بچه من برای اینکه کیفیت ویدیو بره بالاتر و شما بهتر متوجه بشین، گفتم که روی ویدیو وایس هم بذارم و همون صحبتایی که توی ویدیو کردم نباشه، که ویدیو مختصر و مفیدتر باشه. صفحه اولی که ما توی بولت جورنالمون درست میکنیم صفحه اینفورمیشن یا اطلاعاته، که اگه یه روزی این دفتر بولت جورنالتون گم شد، چون شما هی قراره بهش اطلاعات بیشتر و صفحات بیشتری اضافه کنید، به همین دلیل ما این صفحه اینفورمیشن برای بولت جورنالمون درست میکنیم که الان میگم چجوری باید درست کنید. من اون بالا میام میذارم اینفورمیشن و شما اگر دفعه اولتونه که دارید بولت جورنال درست میکنید، میتونید هر چیزی که قراره بکشید و درست کنید و اول با یه مداد بکشید، بعد چیزش کنید، با یه خودکار روش بیاین و مشکاشو بعدا با پاکون پاک کنید. باید بنویسید که این دفتر به مثلا ویانا یا هر کس دیگه ای تعلق داره. اگر که پیداش کردی، اگر گم شده بود و پیداش کردی، با این شماره تماس بگیر، که من دیگه شمارمو نشون ندادم ولی بعد اینکه ویدیو رو گرفتم میزنم. در مورد بولت جورنال، این که شما استیکر استفاده نکنید و بکنید و اینا همش به خاطر خودتونه و سلیقه خودتونه، ولی لازم نیست حتما برای بولت جورنال استیکر بگیرید. اصلا بولت جورنال به این چیزا تعریف نمیشه، که همه فکر میکنن به این چیزا تعریف میشه. اینا فقط برای انگیزه شماست و شما میتونید بیاین نقاشیش کنید. من بولت جورنالای قبلیمو خودم حتی نقاشی میکردم و خیلی هم خوشگل میشد، ولی من همینطوری که الان توی ویدیو دارید میبینید خیلی هم مینیمال همینطور درست میکنم، چون که شلوغی
برای من اصلا خوشایند نیست، شاید برای یکی باشه، ولی من خیلی آدمی ام که مینیمال دوست داره و همه چی رو ساده دوست داره و بیشتر سعی میکنم که هدفم به جای خوشگلاستیون اون مفید بودن و بهتر بودن دفترمه. پس این شد از صفحه اول بولت جورنالمون. برای صفحه دومتون میتونید چیکار کنید؟ شما هر صفحه‌ای که مینویسید و یه شماره براش بذارید، یعنی صفحه اطلاعاتتون میشه شماره اول، صفحه شماره اول، و توی صفحه شماره دو مینویسید ایندکس یا فهرست این بولت جورنالتون میشه. که میان چیکار میکنید؟ یه راهنمای بولت جورنالتونه، یعنی شما وقتی که بولت جورنال رو باز میکنید میبینید که مثل دقیقاً پلنر، ببینید که کدوم صفحه چه چیزی رو دارید و در مورد چه موضوعی نوشتید. مثلا صفحه یک میزنید اطلاعات، صفحه دو میشه همین ایندکس یا فهرست، و همینطوری صفحات رو اضافه میکنید. توی ویدیو هم دارید میبینید که من چجوری این کار رو انجام میدم. توی صفحه اگر رفعه اولتونه که بولت جورنال درست میکنید، توی صفحه بعدی میتونید یه عهدنامه با خودتون ببندید که میتونید اون موقع ویدیو رو یه حساب بکنید و عهدنامه منو ببینید که چجوری برای خودم عهدنامه نوشتم. اینو توی کلاس بهمون گفته بودن که اینطوری بنویسید و میتونید عهدنامه رو ببندید با خودتون، یه جوری یه قرار با خودتون بذارید که این مسیر رو درست حسابی برید. خیلی هم فکر کنم واضح باشه، بتونید ببینید. اما من سعی میکنم متن عهدنامه رو براتون توی دیسکریپشن بذارم که راحت بتونید از اونجا ببینید و راحت بنویسید که خیلی راحت باشه. و این صفحه سومتون میشه، نمیتونید توی فهرستم صفحه سه بزنید و صفحه سه میشه عهدنامتون. دارم از بولت جورنال قبلی این برای توضیح بهتون استفاده میکنم. میتونید بیان یه فیوچر لاگ بذارید و 6 ماه یا 1 سال روبروی خودتون رو، مثلا تا 6 ماهش که 1400 تموم میشه، بیان برای خودتون تقویماش رو دونه دونه بکشید و شروع کنید به نوشتن وقت دکتر، تولدها و چیزهای دیگه. یا این کارو میتونید بکنید، من پیشنهاد میکنم بکنید، خیلی اوکیه، ولی سعی کنید که توی این و مانسلی لاگتون یا همون تقویم ماهیانتون خیلی جزئیات وارد نکنید، همون تعطیلات و تولدها و نمیدونم وقتای دکتر و اینا. بعدش میان چی کار میکنید؟ یه تقویم از ماه روبروتون که داره میاد میکشید، اون تقویم رو خیلی خوشگل میکشید و بعدش توی روش تعطیلات و حالا هر چیز دیگه که هست رو با رنگای مختلف مشخص میکنیم. حالا میرسیم به کی یا کلید که چیه توی بولت جورنال و چجوری کارمون رو راحت میکنه. شما میتونید بغل فهرستتون یا یه صفحه جدا برای خودتون یه سری کلیدا بذارید. یعنی چی؟ مثلا من گذاشتم رنگ زرد نشونه تعطیلیه، نمیدونم رنگ نارنجی نشونه تولده و رنگ بنفش نشونه امتحانامه و هی همین چیزا رو برای خودم اضافه میکنم. اینطوری دیگه لازم نیستش که بیام دونه دونه بگم که اوکی این تعطیلیه، این امتحانه، این تولده، این کار مربوط به کانال یوتیوبمه. فقط با یه هایلایتر یا یه مداد رنگی یا یه خودکار همون رنگ رو میزنم و خودم متوجه میشم که این چه رنگیه. فقط بر خودتون یه گوشه به عنوان کلید بنویسید که بدونید که چیه دیگه، کجا اینا رو استفاده میکنید، یادتون نره، قاطی نکنید. اینجا من دیدم که چه تعطیلاتی داریم توی ماه مهر که 3 تعطیلی داشتیم به جز جمعه ها و اونا رو برای خودم با رنگ زردی که مشخص کرده بودم که نشونه تعطیلاته برای خودم مشخص کردم. یه اتمام این صفحه توی فهرستم می نویسم که این صفحه شد برای مانسلی لاگ و یه نوت اضافه می کنم و یه دیتیل یعنی مشخصات، حالا ساعت و این چیزها رو شاید بنویسم و نوت اگر چیز دیگه یادم اومد، و در آخرم یه اهداف اون ماه اضافه می کنم که شما توی برنامه‌ریزی اول از اینکه بخواید دفترتون رو شروع کنید باید ببینید که برنامه‌ریزی که انجام میدید چه دلیلی داره و بشینید قشنگ هدفاتون رو مشخص کنید، ایکیگایتون رو پیدا کنید و ببینید که چیه که شما راضی و خوشحال میکنه. صفحه بعدی اسلیپ لاگه.
شما ما توی فصل مدارس مخصوصا دوست داریم که خوابمون تنظیم باشه که کمبود خواب نداشته باشیم و زیادم نخوابیم. پس میریم چی کار میکنیم؟ این صفحه به نام اسلیپ لاگ رو درست میکنیم که بتونیم یکم ببینیم و خودمون بخوایم ببینیم که چه خبر دیگه، چی جوریه وضعیت خوابمون. من از ساعت 8 تا ساعت 7 صبح که میدونم که هر روز دیگه برای مدرسه بلند میشم اون بالا گذاشتم و ادامهشم از 1 تا 30 مشخص کردم. هر روز که بلند میشم میزنم از چه ساعتی تا چه ساعتی خوابیدم و فردا به هم وصلش میکنم که قشنگ یه نمودار خوشگل داشته باشم. تا داریم اسلیپ لاگمون رو درست میکنیم بعد بهتون بگم که این چیزایی که من بهتون میگم و من توی کارگاه ها یاد گرفتم و مطمئن باشید مطالب کاملا اوکی و درستن و به احتمال زیاد بازم ویدیوهای ماهانه در مورد بولت جورنال داریم و البته ویدیوی پارت 2 بازگشت به مدرسه. حالا میریم سراغ صفحه بعدیمون. صفحه بعدیمون در مورد چیه؟ صفحه بعدی در مورد مخارج و پسندازمونه که میخوایم درستش کنیم. من اول دارم سعی میکنم که اسم اون صفحه رو برای خودم با این استیکرها و اینا درست کنم که من اسمش رو گذاشتم Money Tracker و بعدش میاید همونطور که الان بعدن توی تصویر میبینید دوتا چیزا می نویسید، یکی خرج انجام شده، یکی اینکه مبلغش چقدر بوده و قشنگ خط بینش می کشید و یه جدول بر خودش می زارید. می توانید بغلش هم تاریخ رو بزنید اگر براتون مهمه، اگر هم نیستش که کلن نزنید، نیازی بهش نیست. بعد میام اون پایین یه دونه بخش پسنداز ماهیانه میذارم و آخر ماه حساب میکنم ببینم چقدر اون ماه تونستم پسنداز کنم، حتی یه چیز خیلی خیلی کوچیک. و بعدش هم یه نوت میذارم، حالا اگر به کسی باید پول بدم، باید پول چیز خاصی رو بدم، کسی باید بهم پول بده یا هرچی. کلن نوت چیز خوبیه و 100% لازم میشه. پس این صفحه هم به نظرم خیلی چیز خوبیه که الان از الان سعی کنیم که پولمون رو مدیریت کنیم. بچه من به همین صفحاتو میگم، شما برای ایده های بیشتر میتونید برید پینترست رو چک کنید و اسم اون صفحه رو بزنید ایدیاز، مثلا habit tracker ایدیاز یا هرچی و کلی مدل براتون میاد. ولی آخر ویدیو بازم براتون کلی میذارم و توی چنل تلگرامم بازم کلی عکس صفحات و اینا رو میذارم، چون من سعی کردم به ساده ترین صورت درست کنم براتون. ولی اینا هم چند تا mood trackere که دارم بهتون نشون میدم. mood tracker چیه؟ برای اینه که ما حال ماهانمون رو بیایم تشخیص بدیم. من اومدم با 4 رنگ که اکثرا همین کارو میکنن، 4 رنگ ماجیک هایلایت هم مودای مختلف رو برای خودم مشخص کردم که مثلا آبی مود خیلی خیلی پایینمه، سبز یکم بالاتر، فکر کنم نارنجی دیگه خوب بوده و در آخر صورتی دیگه خیلی خیلی عالیه. بعد هر روز میان میزنید اینو و میتونید دلیلش هم برای خودتون گوشش بنویسید که ببینید روزایی که چه کارایی رو کردید خوشحال‌تر بودین. این برای درک بهتر خودتون خیلی خیلی مفیده و میتونه خیلی بدن اوکی و مثلا بهتون کمک کنه. Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. صفحه بعدی صفحه هبیت ترکرمونه. هبیت ترکر یا همون عاداتمون اون چیزایی هن که ما هر روز انجامشون میدیم، حالا جز صبحونه خوردن و بیدار شدن و اینا، برای سری کارن ولی برای ما عادت شدن. مثلا برای من هر روز کتاب خوندن، ویتامینم خوردن و انجام دادن کتاب بیداریه. میایم برای اینا یه صفحه جداگانه درست میکنیم که هر روز تو لیست کارامون ننویسیمشون. البته 8 لیوان آب خوردن هم برای من هست ولی اونو دیگه توی کارهای روزانه هم مینویسم، بغلش حالا در ادامه میبینید. من اومدم 3 تا
کاتر کشیدم و برای هر کدومشون 30 روز زمان گذاشتم و قرار شد که هر روزی که انجام دادم یکی از اون مکعبایی که درست کردم و به رنگی که اون بالا هایلایت کردم در بیارم. اگرم انجامشون ندادم یه وقتی بیام از یه رنگ صورتی استفاده کنم که یعنی من این کار رو انجام ندادم. و آخرم برای خودم گذاشتم رضایت که ببینم این عادتی که من دارم هر روز دارم انجامش میدم. چون اگر کتاب خورد عادت ها رو خونده باشید میدونید که عادت ها چقدر توی زندگیمون مهمن. به خاطر همین نوشتم که چقدر از این کارم رضایت دارم و توی ماه بعدی میخوام چی رو اضافه کنم. اون پایین برای خودم نوشتم و ببینم که این عادت مثلا چه جوری باعث بهتر شدن من میشه و خوبه یا بده. You will never see me crack, and if you get in my way you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. اینجاست که بولت جورنال شخصی سازی میشه، چون که الان دیگه فصل مدرسه هست و باید از گوشی استفاده کردن برای من حداقل کنترل شه. من یه صفحه درست کردم برای اینستاگرامم و یوتیوبم که اون ساعته که توی گوشیم فقط به اینا توجه کنم و خب یه کار در مسیر رشدم بکنم تا اینکه بخوام بگردم و اینا. اومدم این صفحه درست کردم. حالا شما میتونید بیاین صفحاتی مثل کتابایی که میخواین بخونید که من اینا رو بعداً اضافه میکنم، فیلمایی که میخواین ببینید و برای خودتون درست کنید که اگر یه وقتی اومدید توی گوشی یا خواستید کاری انجام بدید، کاری رو انجام بدید که توی برنامه‌تونه و بعداً اینطوری نیستید که وای چرا انجامشون ندادم. بعد از اینکه این صفحه ها و لیست ها و هر چیزی که دردتون میخوره رو درست کردین، میرسیم به برنامه‌ریزی روزانه. شما میتونید انتخاب کنید که بیان برنامه‌ریزی هفتگی داشته باشید یا روزانه. روزانه یعنی که هر روز یه صفحه برای اون روزتون درست کنید، تو دو لیست و نمیدونم آب خوردن و لیست خرید و اینجور چیزا. ولی من این کارو نمی کنم. میام یه کامل از یه هفتم دارم و میام توی اون دو صفحه‌ام لیست خرید هفته، نمیدونم آب خوردن، تو دو لیست هر روز هفته، نوت، تکلیفام و اینا رو توی دو تا صفحه درست میکنم برای کل هفتم که آخر هفته بتونم خیلی خیلی راحت برای خودم یه جمع‌بندی هفته داشته باشم. این کار میتونید انجام بدید و در آخر ویدیو هم یه تیکه خودم میام باهاتون حرف میزنم در مورد تایم تیبل که میتونید انجام بدید که ببینید چقدر از روزتون توی هفته هدر میره یا نمیره و یکم کنترلش کنید که در مورد اون جداگونه با هم حرف میزنیم. اینم از صفحه هفتگی. بریم بولت جورنال تا اینجا بهتون نشون بدم. خب بچه بریم صفحه ها رو ببینیم. بقیه صفحاتتون هم خودتون میتونید درست کنید. مثلا میتونید صفحه هایی درست کنید که کاری که بهتون آرامش میده یا برای زبانتون و هر چیز دیگه برای خودتون صفحه درست کنید یا صفحه هایی درست کنید برای خوندن کتاب و فیلم هایی که میخواییم ببینید. من این رو خودم هم اضافه میکنم و بعدم بهتون نشون میدم. ولی الان چون که این ویدیو بشه در مورد برنامه‌ریزی و این چیزاست، اینجا که دفترتون رو متعلق به کیه و اینا رو میزنید، اینجا هم که فهرستتونه و صفحه کلیدتون، اینجا ماسیلاگه که قراره دیتیلتون یا جزئیات رو اینجا بزنید، تعطیلی ها و اینا، اهداف ماهتون رو اینجا لیست کنید. من الان ننوشتم چون خودم تو تنهایی مینویسم. بعد اینجا اسلیپ لاگتونه که بهتون گفتم. بعد اینجا مالی ترکرتون یا همون هزینه های مالی و پیگیری هاتونه. اینم صفحه‌ایه که حالتون توی ماه چجوری بوده، مودتون. اینجا هبیت ترکره، کاری که هر روز میکنید و جزء برنامه تونه. اینجا هم اگر صفحه یا چنل لایو میتونید انجام بدید. بچین همین چیزایی که من نوشتم و برای من اینو یه مثال انجام دادم، ولی میتونید برای سلف کر یا مراقبت پوستیتون، نمیدونم فیلمایی که میخواین ببینید، کتابا و اینا هم بزنید که من حتما اینا رو اضافه میکنم. اینجا هم برنامه‌ریزی ماه هفتگیه که میتونید روزانه هم انجام بدید. من این کارو کردم که جمع‌بندی از کل هفتهمو داشته باشم و اینطوری خیلی راحت کارمو انجام میدم. اما اگرم دیدم که
جا نشد میام اینجا برای خودم یه صفحه دیگه درست میکنم. کلی صفحه هستش که میتونید درست کنید. من ایده های سرچ پینترستی رو براتون میذارم و میتونید آب و هوا رو هم اینجا بزنید. من قراره با این چیزایی که دارم، استامپایی که دارم و مهرا اینجا مثلا برای خودم بزنم آب و هوای اون روز و اینا رو و کلی ایده های دیگه و عکس های دیگه براتون تو ادامه ویدیو میذارم. خب بچه ها، این همون تایم تیبلیه که بهتون گفتم، میتونید برای خودتون درست کنین. من اینو پرینت گرفتم. این شنبه یک، شنبه دو، شنبه سه، شنبه چهار، شنبه پنج، شنبه جمعه از 7 مثلا تا 11 چه ساعتی رو به چه کاری اختصاص دادید. اصلا میتونید به این روش برنامه‌ریزی کنید. اینطوری میفهمید که چه ساعتایی به بتالت میره و اینا. میتونید خیلی قشنگ مثلا یه هفته انجام بدید، بعد مثلا نتیجه گیریشو ببینید. این اگر ایکیگایتون رو خواستید میتونید به دست بیارید و ببینید ایکیگایتون چیه و بین اینا هرچی که نقطه مشترک بود اون ایکیگایتونه. حالا در مورد اون یه ویدیوی جداگانه میذارم، میتونید کتابش هم برید بخونید. اینم اگر خواستید هدف گذاری کنید میتونید اینم انجام بدید، قشنگ بخونیدش. حالا این برای آدم مثلا متأهل و اینا طراحی شده، ولی شما با توجه به خودتون و اولویت‌های زندگیتون میتونید همچین چیزایی درست کنید. خب بچه ها، امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. من توی کانال تلگرامم که لینکش رو این پایین براتون میذارم بازم ایده های صفحات بولت جورنال پیدا میکنم میذارم آخر ویدیو هم. اگر خواستید بایستید ببینید ایده ها رو یا صفحه‌ای که میتونید به بولت جورنالتون اضافه کنید، 100% خودم هم چند تا اضافه میکنم و عکس اونا رو هم کنار براتون میذارم. امیدوارم که لذت برده باشید. یادتون نره که اسم من ویاناست و یادتون نره که به چنلم سابسکرایب کنید. توی چنلم اگر این اولین ویدیویی که هم میبینید، روتین و ولاگ و ولاگایی که حس خوب میدن، برنامه‌ریزی و قراره به زودی ویدیوهای با من درس بخون و برنامه‌ریزی کن و اینا رو بذارم. اگر دوست داشتید که ماهیانه با هم برنامه‌ریزی کنیم، برنامه‌ریزی بولت جورنالمونو، به هم بگید که ویدیوهای کوتاه برنامه‌ریزی ماهانه رو براتون بگیرم بذارم. اگر دوست داشتید حداقل تا چند ماه تا قشنگ یاد بگیرید چجوری بولت جورنال درست کنید. خلاصه که امیدوارم که این ویدیو خیلی خیلی خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، شیر با دوستاتون و سابسکرایب و زنگوله بغلش یادتون نره. خیلی دوستتون دارم و مرسی که ازم حمایت میکنید. بای بای. Don't be scared. Step it up.